سرخط مهمترین خبرها افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 521 تن در کشور وزارت صحت هم میگوید که در صورت فراگیر شدن ویروس کرونا نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد با مردم افغانستان همکاری خواهد کرد دونرای بینونی هم صورت گرفته محصات ملل متحد که هم وعده همکاری سپردن و دولت افغانستان هم همکار همه جانبه وزارت ساعت افزایش جدیت ها برای تطبیق قیود روزگردی و انتقادهای های برخواسته از آن شهروندان کابل می که مسئولان باید در روزهای محدودیت برگشت و گذار فکر به حال قشر جامعه فقیر داشته باشند حداقل ما قدم مد نظر بگیرن که مردم یک لقمه نان و اولاد خود ما را حداقل حلال پیدا کنه و تاکید سازمان اف بین الملل بر رهایی زنان زندانی جهت جلوگیری از مصاب شدن با ویروس کرونا در افغانستان به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش از نگاه خوش آمدید امروز جمعه 22 حمل 1399 خورشیدی است که برابر است با دهم اپریل سال 2020 میلادی وزارت صحت هم میگوید که 37 واقعه تازه مثبت ویروس کرونا در 11 ولایت کشور ثبت شده است. هرات و کابل بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس را دارد و 37 و واقعه تازه نیز 16 مورد آن در کابل و 8 مورد تازه در هرات تشخیص شده است. از این میان تاکنون 32 تن بهبودی یافته و 16 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. در این حال وزارت صحت هم تاکید میکند که در صورت فراگیر شدن ویروس کرونا نهادهای بین به ویژه سازمان ملل متحد با مردم افغانستان همکاری خواهد کرد هر روز به شمار مبتلایان به ویروس کوید 19 در کشور افزوده می شود و اکنون شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 521 تن رسیده است. وزارت صحت تاما میگوید که 37 واقعه تازه مثبت کرونا ویروس در 24 ساعت گذشته در 11 ولایت کشور ثبت شده است. هرات و کابل بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس را دارد و 37 واقعه تازه نیز 16 موردان در کابل و 8 مورد تازه در هرات تشخیص شده است. از این میان تاکنون 32 تن بهبود یافتند و 16 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. با این حال وزارت صحت میگوید به خاطر مبارزه جدی و رسیدگی به این ویروس دولت تدابیر جدی را در سراسر کشور روی دست گرفته است سرعت بخشیدن در پروسه های تدارکاتی لوجستیک و استخدام ای تسهیل می که از شیوع ویروس جلوگیری شود و به موقع کنترل شود کار خوبی که صورت گرفته است که ولایت به شمول والی صاحب حق مصرف بودجه داره یک کمیته در سطح هر ولایت دار شده که تشکیل شده که او کمیته حق مصرف پول داره یعنی تدارکات از شکل مرکزی به شکل دیسنترالایز یا ولایت ها میتونه که چی میکنه تسهیل میبخشه پروسه را با به باور سخنگوی وزارت صحت تامه کشور اگر این ویروس بیشتر از این فراگیر شود برای جلوگیری و مبارزه باند با به با منابع مالی بیشتری در کشور نیاز می شود. سخنگوی این وزارت تاکید میکند در صورت فراگیر شدن ویروس کووید 19 در کشور نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد با مردم افغانستان همکاری خواهد کرد دونرهای بین هم صورت گرفته مؤسسات ملل متحد که هم وعده همکاری سپردن و دولت افغانستان هم همکار همه وزارت صحت است این اظهارات در حال صورت میگیرد که شهروندان کشور از آنچه که به توجهی ها برای مبارزه جدی با این ویروس گفته می شود به شدت انتقاد دارند و میگویند که حکومت برای مبارزه با این ویروس امکانات لازم و بسنده ندارد نیروهای امنیتی در پایان دومین هفته از وضع قیود روزگردی نیز شماری از جاده های کابل را به منظور جلوگیری از گشت گذار در نقاط مختلف شهر مسدود کردند مسدود نبودن این جاده ها اما با انتقاد تند شهروندان کابل مواجه شده و برخ پایتخت نشینان میگویند که نیروهای امنیتی حتی با کسانی که مشکلات جدی و یا هم مریض دارن اجازه عبور را نمیدهند از هم شمار دیگر از شهروندان دلیل حضورشان در جاده ها را فقر و تنگدستی عنوان کرده میگویند که به منظور زنده ماندن مجبور هستند از خانه هایشان بیرون شوند دومین هفته از وضع روزگردی در شهر کابل نیز سپری شد و برای جلوگیری از شوی بیشتر ویروس کرونا این تر هنوز ادامه دارد شهروندان اما در این دو هفته با چالش های فراوانی روبرو بودند و ظاهرا هم قرار است مدت دیگری را با این وضعیت دست و پنجه نرم کنند زیرا ویروس کرونا یا کووید 19 تا کنون مهار نشده بل رو به افزایش نیز است یکی از دلایل افزایش آن نیز عدم رعایت نقاط صحی و قیود روزگردی از سوی شهروندان کشور گفته می شود شهروندانی که اکثرا زیر خط فقر به سر میبرند و دلیل بیرون آمدن از خانه هایشان را نیز به دست آوردن نفقه میگویند نشینان با انتقاد شدید از عدم کمکرسانی حکومت در روزهای محدودی برگشت و گذار میگویند که مسئولان باید در نخست فکری به حال فقرا کرد و سپس برای مبارزه و مهار کرونا قیودی روزگاری را رو وضع مینمود در سرک مردم کراچی وانا نمیمونت در پاسای کوچکی اسات نمیمونه حداقل مقدم مدنظر بگیرن تو مردم یک لقمه نان والا اولاد خدا مراد عقل حلال پیدا کنه چیکنه مردم دزی کنه در این میان نیروهای امنیتی کشور نیز ظاهرا در خط نخست نبرد با کرونا قرار دارند و روزهای محدودیت بر گشت و گذار را این گونه سپری می کنند تلاششان برای جلوگیری از گشت و گذارهای بیمورد است تلاشهایی که با انتقاداتی نیز به همراه شده و برخی از شهروندان کشور می گویند که شماری از این نیروها حتی به کسانی که مریض دارند نیز اجازه عبور نمی دهند سایه اوزه ده رفت آمد مردم من مردم چهار مشکل است امنیت ما مو... امنیت برقرار کردن مردم مواد خوراک نداره مریض خود برده نمیتونه به هر وجه که باشه به با پیاده روی تا مردم نمیمونن باید دولت مشکل مشکلات پیدا بکنه به با مردم باید مواد اولیه روان کنه حالا در مسجد نهای حوزه اف 4 کیلو گندم توزیع میکنه که من نماینده خودم مسجد هستم این 4 کیلو گندم مردم چی رقم بخوره با وضع محدودیت ها و جدیت های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گشت و گذارهای بیمارد مردمان دیگری نیز هستند که در جاده ها حضور دارند مردمانی که میگویند تلاش برای زنده ماندن خود و خانواده دارند هر کدام از های روزگار میگویند و می که بر اساس مجبوریت اقتصادی بیرون از منزل می آیند تمامی دکان ها بسته وارد نداره خرج مصارف نداره. این در حالی است که وزارت صحت عامه همواره از مردم می خواهد که در خانه های خود بمانند و جلوی انتقال ویروس در جامعه را بگیرند گسترش ویروس کرونا و آنچه که عدم همکاری مسئولین با قشر فقیر جامعه گفته می شود چالش های اقتصادی شهروندان را نیز افزایش داده و انتقادات فراوانی را برانگیخته است باشندگان کشور با اشاره بر عدم کمک رسانی از حکومت می گویند که در شرایط حساس کنونی مبارزه با ویروس کرونا و در خانه ماندن برای جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس ناممکن می باشد زیرا به با گفته آنان اکثر باشندگان کشور زیر خط فقر زندگی می و در صورتی که حکومت توجه لازم برای فقرا نداشته باشد مبارزه با کرونا دشوار است با وی ویروس کرونا در جهان و گسترش روزافزون آن در اکثر ولایت های کشور باشندگان کشور در سراسر افغانستان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو شده اند باشندگانی که شمار زیادی آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. و حالا چالش هایشان چند برابر شده است. با آنکه گفته می شود حکمت تا اکنون توجهی چندانی به قشر فقر جامعه نکرده و با وضع قیودی روزگردی شمار زیادی با چالش های جدی اقتصادی نیز مواجه شده اند. اما در این میان برخی از خیرین کشور اقدام به دستگیری نیازمندان کرده و در بخش های مختلف کشور کمک توضیح کرده اند. چنانچه در ادامه سایر دستگیری از نیازمندان و فقرا با منظور کمک و همکاری با این قشر ضعیف جامعه که با شیوع ویروس کرونا و طرح محدودیت در گشت و گذار در شهرها روزگارشان با چالش جدی مواجه شده اتحاد صرافان ولایت جوزجان نیز برای صدها تن از نیازمندان و مستعزفین در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کمک های مواد غذایی توزیع نمود کمک و, و بزرگان قومی در این ولایت با استقبال از همکاری و کمک های نهات هایی که تا اکنون از فقرا دستگیری نموده اند خواستار توجه نهات های دولتی و خصوصی دیگر نیز برای دستگیری از نیازمندان و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شدند. کمک لانه بنیاد اتحادیه صرافان جوزجان یا خصوصا من شو مشتاق شریفین صراف‌لار هم کلی قیانیده تقاضا بزلا شو متشبسینن سرمایه‌دار لدان وکیل صاحبایی که taqriban bir yil ilgari millatga zaruratlari bor edi orosu uchun aytaydilarki bizlar millat bilanmiz bir ru'z millat bularga muntazir bir ru'z ro'zi imtiyon vazir sohiblarga sarmoyadorlarimizga tojirlarimizga bir ro'zi imtiyon bu bularni ko'magi bilan bularni chorasi bo'lmaydi va bir hamdillik qilibdilar bulardan ko'p katta tashakkur va boshqa tijor birodarlardan va boshqa do'kondorlardan ham hamhoyshu shunki shundoq bir g'ariblarni ustiga qo'l tarsa u g'ariblarga hamkorlik qilsa bu sharoit albatta ko'rib o'ltiribmiz bir sharoiti ziq niyozmandon va afrodi kazin ko shudaan xursandi as as dastgiri va ko'mak sui sarafoni talxi az doran با گفته آنان با شیعه ویروس کرونا و در ادامه نگرانی های ناشی از این پدیده چالش ها و مشکلاتشان چندین برابر شده و تامین احتیاجات اولیه خانواده هایشان تقریبا ناممکن شده است. امروز برای ما ما تشکر میکنم از او کسایی که این مردم غریب در یادشان است که مثلا یک کمک یک بیستشم میگیره و بریمول لوبي اور د توزي کده به امره صابون تشکر میکنم از اونایی کی د فکری مردمی بیچاره او غریب است واقعا کار نیس و کشور مو رنج زیات است مردم مو بیکار است ام مشکلات د زندگی کله کی مردم است بروز کی کیګان کومک بزګه فقط بروز کی قیلمایده کومک بروز کی شتمایده نماده بو بزګه مثلا masalan beribdi say xo'sha bollariga ko'maklari albatta dilso'zlik qilib beribdilar lekin biroz ko'mak beribdilar bular bu o'ziga bo'lsinmi avlodiga bo'lsinmi bular nima ko'makniki bu masalan masalan bir bir masalan xo'shabonlariga shuni albatta bu shu sarroblar saroblar dukandarlar masalan shuni s o'zoaridan qilgan Mir kattakalarimizga taoji qilmaydi bizlani podsholarimiz degan این در حال است که گسترش روز افزون ویروس کرونا در تمام عرصه های زندگی بشریت سایه انداخته و در افغانستان نیز با چالش های اقتصادی شمار زیاد افزوده اما حکمت تا اکنون توجه چندانی در این مورد نکرده است. از سوی هم مسئولان محلی ولسوالی انخوی ولایت فاریاب میگویند که این ولسوالی به خاطر جلوگیری از شوی ویروس کرونا باید به گونه کامل ضد افونی شود آنان نیز میافزایند که با تدابیر پیشگیرانه و رعایت نکات صحی برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا میتوان با آن مبارزه کرد و از گسترش آن جلوگیری نمود در این حال آنان از تمام باشندگان این ولسوالی نیز میخواهند که در جریان ضد افونی کردن این شهر در خانههایشان بمانند در پی ثبت سه مورد مثبت ویروسی کورونا یا کووید 19 در ولایت فاریاب شماره ملایت از شهروندان این ولایت از هرچی بیشتر بیماری کووید 19 در این مناطق ابراز نگرانی میکنند اما مسئولان محلی ولسوالی انخوی ولایت فاریاب میگویند که ولسوالی انخوی را به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا به گونه کامل ضد عفونی میکنند آنان از تمام شهروندان این ولسوالی نیز میخواهند تا در جریان ضد عفونی کردن ولسوالی انخوی در خانه هایشان بمانند زیرا به گفته آنان اگر تدابیر پیشگیرانه از سوی حکومت در این ولسوالی سورت بگیرد این ولسوالی اشیای بیماری کرونا در امان خواهد ماند شهر اندخوی بر نیم روز باید قرنتین شوه و دو کاکین و جادهها و داخل شار مکمل البته ضد افونی ساخته شوه ببدو ک ب اپل ابتادتداب کهس اولسوالی اندخوی و اولسوالی های چارگانه آل اولی نقطه آموز بزنه بندر آقنه ده بر محل چک تماما مسافرینی که اندخوی اف... افغانستانی و تیده ایجاده دی برنامه های آگاهی دی نه مردم و یه که بو منشون دابر ویروس منن بزلی یه طلبز اگر اقدام ایتسای وزوز محافظت ایتسای و پیام های اساسی که وزارت صحت آمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برده و بو پیام لانه مراعات ایتسای انشاءالله من امان در این حال مسئولان شفخانه مرکزی ولسواری انخوی نیز از آمادگی ها و تدابیر لازم برای مبارزه با ویروسی کرونا خبر داده میگوید که تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از شیوع هرچی بیشتر ویروسی کرونا روی دست گرفته شده است. در این حال مسئولان شفخانه مرکزی ولسوالی و لسوالی انخوی نیز از آمادگی ها و تدابیر لازم برای مبارزه با ویروسی کرونا خبر داده می گوید که تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری اشیوی هرچی بیشتری ویروسی کرونا روی دست گرفته شده است. اما شماری شهروندان این ولایت با ابراز نگرانی اشیوی ویروسی کرونا بر اتخاذ آمادگی های لازم برای پیشگیری اشیوی بیشتری این ویروس تاکید می وردن. hozirgacha hech bir voqea musbatimiz yo'q Shukr alhamdulillah <laughs> va voqea mashkukimiz ham yo'q bizlar tamoman kaoi bir yuz o'ttiz bir nafarki dohia ano to'rttalairondanv kelib b bularni bizlar rojstar aygan va bularni karantini fomili eytdik uylarida karantin aytdik ta'limot berdik ogohidiy adik sizlar uylaringizdan chiqdi. چه میل؟ یا فامیلیا هم بگه اپنه تفیم اتی کلا هم با مساله نجدی آل خوشبختانه به بخت در حدود بر 90 فیصد مراقب بود. از سوی هم مسئولانی ولسوالی انخوی می گویند کسانی که از کشورهای خارج برگشت می کنند آزمایش می و تا معلوم شدنی نتایج آزمایشاتشان در قرانتین خانگی بسر می برند. در همین حال شماری از فعالان مدنی و شهروندان ولایت فاریاب نیز که آنان آمدن تا جهت مبارزه و جلوگیری اشیوی بیشتر بیماری کرونا با مسئولان صحی همکاری کنند. در این حال سازمان اف بین با توجه به گسترش ویروس کرونا در کشور نسبت به وضعیت زندانیان ابراز نگرانی کرده است این نهاد از حکومت افغانستان خواسته است که در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا بر رهایی زندانیان زن اولویت دهد سازمان اف بین در اعلامیه گفته است که افغانستان باید اقدامات فوری را برای اجرای فرمان محمد اشرف در مورد رهایی زندانیان روی دست بگیرد در این اعلامیه گفته شده است که با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا نگرانی از این ویروس در زندانها افزایش یافته است این نهاد تأکید کرده است که زنان زندانی در مرز خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد و با توجه به وجود تبعیض علیه زنان و آسیب آنها در برابر شیوع ویروس کرونا دولت افغانستان باید به صورت فوری آنها را در یک مکان مسئون جابجا کنند این نهاد همچنان ادامه درگیری مسلحانه و نبود زیرساختهای های صحی در افغانستان را از چالش های جدی فراروی مبارزه با ویروس کرونا برشمرده است شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از یک میلیون و 650 و هزار تن رسیده است. بیش از 95 پنج هزار تن نیز به دلیل بیماری کووید نوزه جانهایشان را از دست داده است. ایالات متحده با داشتن بیش از 468 و هزار مبتلا شده به ویروس کرونا بلندترین آمار مبتلایان را در جهان دارد ایتالیا هم با داشتن بیش از 18 هزار قربانی بلندترین میزان مرگ و برخواسته از ویروس کرونا را در جهان ثبت کرده است با این همه آمارها نشان میدهد که بیش از 356 هزار تن در جهان که به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند بهبود یافتند ویروس کرونا یا کووید 19 تا کنون به بیش از 209 کشور جهان شیوع کرده است. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 1 میلیون و 650 هزار تن رسیده است. بیش از 95 هزار تن نیز به دلیل بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. ایالات متحده با داشتن بیش از 468 هزار فرد مبتلا شده به ویروس کووید 19 بلندترین آمار مبتلایان را در جهان دارد. ایتالیا هم با داشتن بیش از 18 ازار قربانی بلندترین میزان مرگ و میر از ویروس کرونا را در جهان ثبت کرده است. در اسپانیا نیز هزار نفر به این ویروس مبتلا شده و بیش از 17 هزار نفر جانهایشان را از دست دادند که از لحاظ جان باختن افراد پس از ایتالیا قرار دارد. در همین حال آلمان با بیش از 113 هزار مبتلا که روزانه حدود 300 آزمایش کرونا انجام می دهد بر این اساس ایالات متحده امریکا، اسپانیا، ایتالیا و آلمان تا کنون دارای بیشترین افراد مبتلا شده به کرونا و دارای بیشترین آمار میزان مرگومیر میر در جهان می باشد. پس از این کشورها که دارای بیشترین آمار مبتلا و مرگومیر میر ناشی از کرونا بودند در ایران نیز 66200 تن به این ویروس مبتلا شده و بیش از 4000 تن بر این بیماری جانهایشان را از دست دادند در بریتانیا نیز شمار مبتلایان به این ویروس نزدیک به 60000 نفر رسیده و بیش از 7000 دیگر نیز جان دادند در اروپا اما نسبت به کنترل بیماری خوشبینی محتاطانه وجود دارد سرعت شیوع و کاهش یافته و کشورها با آرامی در حال کاهش محدودیت های وضع شده برای مقابله با این عفونت هستند چنانچه در دنمارک مدارس ها چند روز دیگر بازگشایی می شوند و جمهوری چک و اوتریش نیز مجوز کار دادند مسئولان میگویند که گذرگاه های ترخم و اسپین بلدک بر روی تجارت باز شد. پاکستان از چندین هفته بعد این سو گذرگاه ترخم اسپین بلدک و دیگر گذرگاه ها را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بر روی تجارت و هر گونه رفت و آمد مسدود کرده بود. اما وزارت خارجه آن کشور روز گذشته اعلام کرد که این گذرگاه ها در هفته سه روز بر روی اموال تجارتی افغانستان باز خواهند بود دفتر والی ننگرهار گفته است که قرار است صدها موتر باربری که در خاک پاکستان متوقف شده بودند وارد افغانستان شوند و گفته مقام های ولایت ننگرهار این گذرگاه بر روزهای دوشنبه چهارشنبه و جمعه باز خواهد بود گزارش وضعیت آب و هوا در خارج از کشور. بر اساس گزارش ها امریکا تایی دو روز گذشته حدود چهار هزار مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را به ثبت رسانده است تعداد قربانیان بیماری کوید 19 در یالات متحده آمریکا و بیش از 16 هزار تن افزایش یافت بر اساس آمار ثبت شده در پهنتون جانس هاپکینز طی 24 ساعت گذشته 1783 مورد مرگ دیگر به شمار قربانیان شیوی ویروس کرونا در امریکا اضافه شد تا تعداد جان باختگان بیماری کوید 19 تا ساعت 8 نیم شب به وقت محلی به 16 478 تن افزایش یافت این در حالی است که روز گذشته نیز بیش از 1900 تن در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته بودند این ترتیب بیماری کووید 19 تا در دو روز گذشته جان نزدیک به 4000 تن را در ایالات متحده گرفته. که این میزان به نوع سنگین آمار روزانه به رسیده از تعداد قربانیان در جهان پس از شیوع بیماری همگیر کووید 19 محسوب می شود. وزارت صحت ایران از جان باختن تن دیگر در جریان 24 ساعت گذشته خبر داده است سخنگوی این وزارت در بیانیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفته در جریان 24 ساعت گذشته 117 تن در اثر ویروس کویت 19 جان باخت که با این رقم شمار جان در سرتاسر سر این کشور به 4110 تن میرسد جهان پور افزود که شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر سر ایران به بیش از 66200 تن رسیده است. شفاخانه در تایلند برای نوزادان تازه متولد شده اقدامات محافظتی بیشتر را به اجرا گذاشت و آن هم استفاده از یک حفاظ کوچک برای صورت آنهاست. تصاویری از شفاخانه پرامای نو در بانکوک این نوزادان را در حال نشان می‌دهد که پرستاران این حفاظهای پلاستیکی را برای صورت آنها قرار میدهند مسئولان این شفاخانه می‌گویند که این کار را برای نوزادان تازه متولد شده به خاطر شیوع ویروس کرونا انجام میدهند بر اساس گزارش‌های منتشر شده از این کشور تا کنون 33 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است و 2473 مورد ابتلا هم در تایلند ثبت شده است. در پای انتشار مرگبار ویروس کرونا در این کشور مصطفى الکازمی رئیس اداره استخبارات عراق به صفت صدر جدید آن کشور معرفی شد به دنبال ماهات تظاهرات مرگبار به خاطر برکناری سران حکومت در عراق در دو هفته گذشته این سیامین فردی است که به صفت صدر در آن کشور معرفی می شود بر همساله رئیس جمهور عراق پس از آن آقای کاظمی را به صفت صدر اعظم جدید معرفی کرد که عدنان الزرفی صدر اعظم منتصب پیشین عراق نتوانست حمایت کافی را برای تشکیل دولت جلب کند و از این سمت کنار رفت عراق که از چندین دهه بعد از سود درگیر جنگ، فساد سیاسی و وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی بوده است، اینک اک مانند اکثر کشورهای جهان درگیر نبرد با همگری ویروس کرونا نیز است. آن هم با یک حکومت سرپرست بنبست سیاسی موجود عراق را در یک بحران قرار داده است آن هم در زمانی که گسترش ویروس کرونا در آن کشور سرعت می میگیرد و نظام ضعیف آن کشور را هر روز زیر فشار بیشتر قرار میدهد تاکنون شمار مبتلایان کووید 19 در عراق به بیش از 1200 تن و مرگ و میری ناشی از آن به 69 تن رسیده است. بیننده های عزیز این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید سپاسگزارم از همراهیتان وقت بخیر خدا نگهدار